سلام دوستان وقتتون بخیر تو این ویدیو راه های درمان جلوگیری از سنگ کلیه و سنگ مثانه رو میخواییم به شما معرفی کنیم تو این ویدیو سعی کردیم از منابع معتبر و سایت های خارجی معتبر استفاده کنیم قبل از دیدن این ویدیو کانال ما رو سابسکرایب کنید زنگوله کنار سابسکرایب رو بزنید و دکمه آل رو بزنید تا از همه ویدیوهای ما با خبر بشید اول آب لیمو و روغن زیتون چهار قاشق غذاخوری از آب لیمویی تازه را با دو قاشق غذاخوری روغن زیتون مخلوط کنید این ترکیب را با مقدار زیادی آب بنوشید از این نوشیدنی دو الی سه بار در طول روز استفاده کنید نکته اینکه ممکنه این دارو برای سنگهای بزرگ کلیه مناسب نباشه پس برای اطمینان حاصل قبل از استفاده از اون با پزشک مشورت کنید مورد بعدی انار سعی کنید که روزانه یک عدد انار کامل رو بخورید و یا یه لیوان آب انار تازه رو بنوشید و یا اینکه با میوه‌های دیگه ترکیبش کنید و از اونها سالات تهیه کنید. گزینه دیگه اینه که دانه های انار رو آسیاب کنید و یه مخلوط رب مانندی درست کنید. میتونید این ترکیب رو با سوپ نیز ترکیب کنید و روزانه مصرف کنید. مورد بعدی سرکه سیب. دو قاشق غذاخوری سرکه سیب ارگانیک رو با یک قاشق چایخوری اصل در یه فنجان نمه گرم مخلوط کنید. این نوشیدنی رو به دفعات در طول روز استفاده کنید. مورد بعدی برگ گزنه دو قاشق چایخوری برگ گزنه خوش رو در یه فنجان آب داغ بریزید. سپس در اون رو قرار بدید و اجازه بدید تا ده دقیقه بمونه. این نوشیدنی رو دو الی سه بار در روز و تا هفته ها ادامه بدید. مورد بعدی ریحان یه قاشق چای خوری ریحان و اصل رو با هم ترکیب کنید به مدت 5 الا 6 ماه هر روز صبح از این ترکیب استفاده کنید اگه طعم اصل رو دوست ندارید میتونید آب ریحان خالص رو بنوشید یا روزانه 2 الا 3 عدد برگ ریحان بخورید یا حتی میتونید اون رو بجوید گزینه دیگه اینه که چای ریحان بنوشید 5 الا 6 عدد برگ ریحان رو به مدت 10 دقیقه داخل آب در حال جوش بریزید سپس یه عاشق چایخوری اصل به اون اضافه کنید و بعد از خنک شدن اون رو بنوشید. مورد بعدی هندوانه خوردن هندوانه به طور مرتب درمان و پیشگیری سنگ کلیه کمک میکنه. همچنین میتونید از چای دانه های هندوانه نیز استفاده کنید. مورد بعدی جوانی گندم آب جوانی گندم در درمان سنگ کلیه و سایر بیماری های کلیوی بی موثره. همچنین میتونید یا قاشق چایخوری از آب لیمو و سری برگ ریحان و جوانی گندم رو با هم ترکیب کنید و روزانه دو لیوان و از این نوشیدنی رو بنوشید. آب جوانی گندم منبع خوبی از منیزیم، پتاسیم، آهن، اسید و ویتامینه. مورد بعدی، غلات سبوسدار. رژیم های غنی از غلات باعث کاهش میزان سنگ کلیه و مثانه میشه زیرا سرشار از ویتامین مواد معدنی و فیبره مورد بعدی کرفس برای جلوگیری از تشکیل سنگ کلیه هر روز صبح لیوان آب کرفسی که از ساقه کرفس درست شده استفاده کنید همچنین میتونید از دانه های کرفس نیز استفاده کنید نوشیدن چای خانگی که با دانه های کرفس تهیه شده نیز میتونه به درمان سنگ کلیه که از انباشت اسید اوریک ایجاد میشه کمک کنه مورد بعدی سیاهدانه و اصل برای درمان سنگ کلیه به روش طب سنتی مصرف سیاهدانه به همراه اصل نیز توصیه میشه. افراد مبتلا به سنگ کلیه بهتره یه واحد سیاهدانه را با دو واحد اصل مخلوط کنند و روزی سه چای چایخوری به مدت دو الی سه ماه مصرف کنند مورد بعدی استفاده از لوبیا لوبیا رو پوست بکنید و سپس در آب گرم بریزید اجازه بدید تا در شعله کم 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 نرم بشه سپس مایه به دست اومده رو تخلیه کنید و اجازه بدید تا خنک بشه در طول روز چندین بار این مایه رو بنوشید این مایه نباید بیش از 24 ساعت بمونه زیرا خواص درمانی خودش رو از دست میده همچنین میتونید از خود لوبیا در داخل سالاد یا سوپ استفاده کنید روش بعدی نخود را کنید و با روغن بادام و تروب میل کنید. یکی دیگه از راه های برداشت سنگ کلی و سنگ مسانه اینه که بادام بخورید. روش بعدی اینه که پنج گرم برگ برو با اصل مرجون کنید و میل کنید. از میوه انجیر استفاده کنید. یک لیوان آب کدوی صاف شده بنوشید. یک لیوان اصاری تروب میل کنید. یک لیوان اصاری اسفنج تازه میل کنید. خیار و کنگر و فرنگی رو در آب بجوشونید و با آب میل کنید. پسته بخورید. فلفل سیاه و دارچین رو دم کنید و بنوشید. روش دیگه استفاده از دم نوش قرقاته. برکای قرقات تاثیر خوبی در دفع سنگ مسانه داره و این خاصیت سنگ شکنی خودش رو مدیون وجود ترکیب به نام آربوتو زیده. برای این کار کافیه یکانیم تا چهار گرم برگ خشک قرقات رو با 150 میلی لیتر آب دم کنید و دو الا سه مرتبه در روز میل کنید. مورد بعدی دمنوش گیاه قاس دکه. در این مورد گیاه مورد نظر به طور کامل باید استفاده بشه که شامل ریشه هم هست چون ریشه این گیاه سرشار از فروکتوز و انسولینه برگ های قاصدک حاوی میزان زیادی پوتاسیوم ترپن و ترکیبات فنولیکیه تمام این ترکیبات از قاصدک یدرارآور بسیار قوی میسازه روش تهیهش چطوریه 4 الا ده گرم برگ ریشه گیاه قاصدک رو با 150 میلی لیتر آب دم کنید و روزانه تا سه مرتبه میل کنید روش بعدی دمنوش گیاه دوم اسپیه گیاه دوم اسپی به طور سنتی در درمان سنگهای جزئی مثانه استفاده میشه چون خاصیت ادرارآور داره گیاه دوم اسپی حجم و میزان ادرار را افزایش میده و باعث تمیز شدن مجاری ادراری میشه روش تهیه استفادهش چطوریه دو الی سه گرم گیاه دوم اسپی رو با 250 میلی لیتر آب دم کنید و میل کنید روش بعدی استفاده از برگ پنی رکه. برگ پنیرک خاصیت نرم کنندگی داره و در درمان گلو درد و سرفه هم کاربرد داره. پنیرک رو میتونید برای از بین بردن سنگ های کلیه هم استفاده کنید. افرادی که سنگ کلیه دارن باید 100 گرم از برگ پنیرک رو در کنید کنیم لیتر آب بجوشونن و بعد از دو الی سه دقیقه جوشیدن اون رو صاف کنن و در یه لیوان بریزن. اضافه کردن یه قاشق غذاخوری روغن زیتون به این نوشیدنی توصیف میشه. پنیرک رو باید قبل از هر غذا نوشید. اگه سنگ کلیه شما باعث ایجاد درد بشه و یا اینکه سنگ جابجا جا بشه باید 100 گرم برگ پنیرک رو با 100 گرم گل بابونه ترکیب کنید و بجوشونید سپس به اون یه قاشق غذاخوری روغن زیتون اضافه کنید و قبل غذا بنوشید این نوشیدنی سنگ رو کاملا خورد میکنه و سنگ بدون هیچ دردی از بدن خارج میشه و روش آخر استفاده از خربوزه است خربازه میتونه به عنوان یه دارو در درمان سنگهای کلیه موثر باشه و به بهبود عملکرد سیستم ادراری و کلیوی کمک کنه یکی از راههایی که در طب سنتی برای درمان سنگ کلیه استفاده میشه استفاده از تخم خربازه است برای این منظور یه تخم خربوزه را خشک کرد و بعد از دادن اون را سیاب کرد و خورد یکی دیگه از راه ها استفاده از خربوزه اینه که مقدار یک سیر مدل 75 گرم تخم خربوزه رو در یه پارچه طولی که میتونید بالای اون رو گره بزنید ریخت و بعد اون رو در یک کنیم تا دو لیتر آب ریخت و جوشاند. جوشیدن این مخلوط تا زمانی که آب نصف بشه ادامه باید پیدا کنه. بعد از اون باید پارچه رو از داخل آب در بیارید و فشار بدید تا شیری تخم خربوزه از پارچه خارج بشه. بعد از اون باید به این شیره یه قاشق غذاخوری پودر رازیانه اضافه کنید این ترکیب رو میتونید در خوراکی های مثل آش استفاده کنید شما میتونید یک قاش خربزه هم میل کنید یکی دیگه از راه ها استفاده از پوست خربزه است افرادی که نمیتونن خربزه رو با پوست بخورن میتونن اون رو رنده کنن و بخورن خربزه به علاوه بر اینکه در درمان سنگ کلیه مفیده میتونه به درمان مشکلات پروستات هم کمک کنه مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو تا ویدیو بعدی شب و روزتون خوش و خدا رو نگه نگهدارتون